ماکاریو، نوشته خوان رولفو. سر لوله فاضلاب نشسته ام و منتظرم قورباغه ها بیرون بیایند. دیشب داشتیم شام می‌خوردیم که شروع کردند به قیل و قال و تا صبح دست از خواندن بر نداشتند. مادرخوانده هم همین را می‌گوید. جیغ قورباغه ها هراسان از خواب پرانده بودش و حالا خیلی دوست داشت بخوابد. برای همین بود که به من گفت اینجا سر لوله فاضلاب بنشینم و تخته دستم بگیرم و هر قورباغه‌ای را که بیرون پرید بزنم آش و لاش کنم. همه جای تن قورباغه ها به جز شکمشان سبز است، ولی وزغ ها سیاهند. چشم های مادرخوانده هم سیاهند. قورباغه را می خورند اما وزغ را نه. کسی وزغ نمی خورد. کسی نمی خورد. ولی من چرا؟ مزهش هم عین مزه قورباغه است. ولی فلیپا می گوید خوردن وزغ خوب نیست. فلیپا چشم های سبزی مثل چشم های گربه دارد. هر موقع بخواهم او در آشپزخانه به من غذا می دهد. نمی خواهم مزاحم قورباغه ها بشوم، ولی آخر مادرخوانده است که به من می گوید چه کار کنم. فلیپا را بیشتر از مادرخوانده دوست دارم، ولی مادرخوانده است که از کیفش به فلیپا پول می دهد تا برای غذای من خرید کند. فلیپا تنها در آشپزخانه می ماند و برای هر سه نفر من غذا می پزد. از وقتی او را شناختم فقط همین کار را کرده. شستن ظرف ها با من است. آوردن هیزم برای اجاق هم گردن من است. ولی غذای من را مادرخوانده می ریزد. بعد از اینکه غذای خودش را می خورد، دو کپه کوچک با دستهایش درست می کند، یکی برای فلیپا، یکی برای من. ولی گاهی فلیپا اشتها ندارد و هر دو کپه کوچک می ماند برای من. برای همین است که فلیپا را دوست دارم، چون همیشه گرسنه ام و هیچ وقت سیر نمی شوم. هیچ وقت، حتی موقعی که غذای او را هم می خورم. می گویند وقتی آدم غذا می خورد سیر می شود، ولی من که نمی شوم. با اینکه همه غذایی را که به من می دهند می خورم. فلیپا هم این را می داند. مردم می گویند من خولم، چون گرسنگی هم تمامی ندارد. مادرخوانده به گوش خودش شنیده، اما من خودم نشنیده ام. مادرخوانده اجازه نمی دهد تنها بیرون بروم. وقتی هم مرا با خودش می برد، برای شرکت در مراسم عشای ربانی در کلیساست. آنجا مرا پهلوی خودش می نشاند و دستهایم را با گوشه شالش می بندد. نمی دانم چرا دستهایم را می بندد، ولی خودش میگوید برای این است که مردم میگویند من کارهای احمقانه میکنم. یک روز دیدند از کسی آویزان شده ام. بدون دلیل از خانمی آویزان شده بودم. خودم به خاطر نمیآورم، ولی آخر مادرخوانده است که به من میگوید چه کار کنم و او هم هیچ وقت دروغ نمیگوید. وقتی مرا برای غذا صدا میزند برای این است که سهم غذایم را بدهد. مثل دیگران نیست که مرا دعوت کنند با آنها غذا بخورم و بعد وقتی نزدیک شدم مرا با سنگ بزنند و ناچار شوم فرار کنم بدون اینکه چیزی خورده باشم. نه، مادرخوانده با من مهربان است. برای همین است که در خانه اش راضیم. تازه فلیپا هم اینجا زندگی می کند. فلیپا با من خیلی مهربان است. برای همین است که دوستش دارم. شیر فلیپا به شیرینی گل هیبیسکوس است. من شیر بز خوردم. شیر خوکی را هم که تازه بچه دار شده بود خوردم. ولی نه، آن هم به خوشمزگی شیر فلیپا نیست. الان مدت هاست به من اجازه داده از پستانهایش که درست جایی هستند که دنده های ما هست و همون جایی هستند که شیر از آن بیرون می آید، به شرط اینکه بدانید چطور آن را درآورید، شیر بخورم. شیری بهتر از آن که یک شنبه ها مادرخوانده به جای نهار به ما می دهد. فلیپا هر شب به اتاقی که من می خوابیدم می آمد
و کنارم دراز می کشید و از بالا یا کمی یک پهلو روی من خم می شد. بعد پستانهایش را طوری می گرفت که من بتوانم شیر داغ شیرینی را که شرشر روی زبانم می ریخت بمکم. خیلی وقتها گل هیبیسکوس خوردم تا گرسنگی را فراموش کنم. شیر فلیپا هم همان طعم را داشت، جز اینکه من آن را بیشتر دوست داشتم، چون همان وقت که فلیپا اجازه می داد شیرش را بخورم، سرتاپای مرا هم قلقلک می داد. بعد تقریبا همیشه همانجا تا صبح کنارم می خوابید. این برای من هم خوب بود، چون دیگر قصه سرما را نمی خوردم و از این نمی ترسیدم که اگر یک شب همانجا در تنهایی مردم به جهنم بروم. بعضی وقتها آنقدرها هم از جهنم نمی ترسم، ولی گاهی هم چرا؟ آخر حالا دوست دارم خودم را از این بترسانم که مبادا یکی از همین روزها به جهنم بروم، چون سرم خیلی محکم است و دوست دارم آن را به اولین چیزی که سر را هم سبز می شود بکوبم. اما فلیپا سر می رسد و ترسهایم را از من دور می کند، طوری که خودش می داند با دستهایش قلقلکم می دهد و جلوی ترسی را که از مردن دارم می گیرد و تا مدتی اصلا فراموشش می کنم. موقعی که فلیپا دوست دارد با من باشد می گوید همه گناهان مرا به خدا خواهد گفت. او به همین زودی ها به بهشت می رود و با خدا حرف می زند و از او می خواهد که همه شرارتی را که بدن مرا از فرق سر تا نوک پا گرفته است ببخشد. به او می گوید مرا ببخشد تا دیگر نگران آن نباشم. برای همین است که هر روز می رود اعتراف می کند، نه چون خودش بد است، بلکه چون وجود مرا شیاطین فرا گرفته اند و او برای بیرون کردنشان از وجود من ناچار است به جای من اعتراف کند. هر روز هفته، هر روز عصر، در تمام عمرش این لطف را به من خواهد کرد. خودش می گوید برای همین است که اینقدر دوستش دارم. اما داشتن سر محکم هم نعمتی است. به او می گوید مرا ببخشد تا دیگر نگران آن نباشم. برای همین است که هر روز می رود اعتراف می کند، نه چون خودش بد است، بلکه چون وجود مرا شیاطین فرا گرفته اند و او برای بیرون کردنشان از وجود من ناچار است به جای من اعتراف کند. هر روز هفته، هر روز عصر، در تمام عمرش این لطف را به من خواهد کرد. خودش می گوید برای همین است که اینقدر دوستش دارم. اما داشتن سر محکم هم نعمتی است. ساعتها به ستونهای دالان می کوبمش و هیچ اتفاقی برایش نمی افتد. مقاومت می کند و ترک بر نمی دارد. به زمین می کوبمش، اول آهسته، بعد محکم و مثل طبل صدا می دهد، درست مثل طبلی که همراه با نیلبک می زنند و من همانطور که به مادر خوانده بسته ام صدایشان را از پنجره کلیسا می شنوم. صدای بوم بوم طبل را از بیرون می شنوم. مادر خوانده می گوید این که اتاق من ساس و سوسک و عقرب دارد معنیش این است که اگر دست از این کار کوبیدن سرم به زمین بر ندارم در آتش جهنم می سوزم. ولی من صدای طبل را دوست دارم. باید خودش بداند. حتی موقعی که در کلیسا هستم منتظرم هر چه زودتر بیرون بروم و ببینم چرا صدای طبل آنقدر دور است و از ته کلیسا و روی لعن و نفرین کشیش به گوش می رسد. راه چیزهای خوب روشن است، راه چیزهای بد تاریک است. کشیش می گوید هوا هنوز تاریک است که از خواب بلند می شوم و از اتاقم بیرون می روم. پیش از اینکه آفتاب دستش به من برسد خیابان را جارو می کنم و به اتاقم بر می گردم. در خیابان اتفاقهایی می افتد. کسان زیادی هستند که تا چشمشان به من می افتد سنگ به سرم می زنند. بارانی از سنگهای بزرگ تیز از هر طرف می بارد. آن وقت پیرهنم احتیاج به تعمیر پیدا می کند و خودم باید روزها صبر کنم تا زخمهای صورت یا زانوهایم خوب بشود.
دوباره بسته شدن دستهایم را هم تحمل کنم، چون اگر نکنم روی زخمهایم را می کنند و خون ریزی دوباره شروع می شود. خون هم طعم خوبی دارد، ولی راستش مثل طعم شیر فلیپا نیست. خلاصه برای همین است که همیشه در خانه زندانیم. برای اینکه مرا با سنگ نزنند تا غذایم را می دهند، خودم را در اتاقم زندانی می کنم و پشت در را می اندازم تا گناهانم مرا پیدا نکنند، چون هوا تاریک شده. حتی چراغ قوه را روشن نمی کنم که ببینم سوسکا از کجایم دارند بالا می روند. فقط ساکت می مانم، با لباس می خوابم و تا احساس می کنم سوسکی با پاهای زبرش دارد پشت گردنم راه می رود، با کف دستم ضربه ای رویش می زنم و لهش می کنم، ولی چراغ قوه را روشن نمی کنم. نمی خواهم وقتی حواسم نیست و با چراغ قوه روشن دارم زیر پتویم دنبال سوسک می گردم گناهانم مچم را بگیرند. سوسک را وقتی له می کنید مثل ترقه می ترکد. نمی دانم جیرجیرک هم می ترکد. من هیچ وقت جیرجیرک را نمی کشم. فلیپا می گوید جیرجیرک ها برای این همیشه سر و صدا می کنند که ما نتوانیم صدای فریاد روحهایی را که در برزخ زجر می کشند بشنویم. روزی که دیگر جیرجیرکی باقی نمانده باشد، دنیا را صدای جیغ روحهای مقدس بر می دارد و ما از ترس زهر ترک می شویم. تازه من خیلی دوست دارم گوشهایم را تیز کنم و سر و صدای جیرجیرک ها را گوش کنم. در اتاق من پرند، شاید هم در رخت خواب من آنقدر که جیرجیرک هست سوسک نباشد. عقرب هم هست، هر چند وقت یک بار از سقف می افتند و باید نفسم را حبس کنم تا از روی من راهشان را پیدا کنند و پایین بروند، چون اگر دستم تکان بخورد یا یکی از استخوان‌هایم شروع به لرزیدن کند سوزش نیشش را فوراً احساس می کنم. درد دارد. یک بار یکیشان پشت فلیپا را زد، بنا کرد به نالیدن و با گریه‌های سوزناکی دست به دامن مریم مقدس شدن که پشتش عیبی نکند. من به پشتش توف مالیدم، تمام شب توف می مالیدم و برایش دعا می کردم. بعد وقتی دیدم توفم بهترش نمی کند، تا جایی که می توانستم کمکش کردم با چشمهای من گریه کند. به هر حال بیشتر دوست دارم در اتاقم باشم تا اینکه در خیابان باشم و توجه کسانی را که عاشق سنگ انداختن به مردمند جلب کنم. اینجا هیچ کس کاری به کارم ندارد. مادر خانده حتی وقتی میبیند دارم گلهای هیبیسکوسش یا موردهایش یا انارهایش را میخورم دعوایم نمی کند. خودش میداند که من دائم چقدر گرسنه‌ام. میداند که همیشه گرسنه‌ام. میداند که هیچ غذایی سیرم نمی کند. با اینکه تمام وقت دارم میگردم و ناخنک میزنم. میداند که از آشغال نخوچی که به خوک‌های پروار می‌دهم و از آشغال بلالی که به خوک‌های مردنی می‌دهم خودم هم می‌خورم. برای همین می‌داند که از وقتی بیدار می‌شوم تا وقتی به رخت خواب می‌روم چقدر گرسنه‌ام، ولی تا وقتی در این خانه چیزی برای خوردن پیدا کنم همینجا می‌مانم، چون فکر می‌کنم روزی که دست از خوردن بردارم می‌میرم و آن وقت حتماً یک راست به جهنم می‌روم و هیچ کس هم از آنجا بیرونم نمی آورد، حتی فلیپا که اینقدر با من مهربان است، یا حمایلی که مادر خانده به من داد و دور گردنم می اندازد. حالا سر لوله فاضلاب منتظرم قورباغه ها بیرون بیایند. در تمام این مدتی که حرف زدم حتی یکی هم بیرون نیامده. اگر بیشتر طولش بدهند ممکن است خوابم ببرد و آن وقت راهی برای کشتنشان نداریم و مادر خانده صدای آوازشان را می شنود و خوابش نمی برد و عصبانی می شود. آن وقت به یکی از آن قطار قدیس هایی که در اتاقش دارد می گوید شیاطین را سراغ من بفرستد و مرا گرفتار عذاب ابدی کند، همین حالا حتی بدون این که از برزخ عبورم بدهد. آن وقت دیگر نمی توانم بابا و مامانم را ببینم، چون آنها آنجا هستند
پس بهتر است به حرف زدن ادامه بدهم. دوست داشتم چند قلوب از شیر فلیپا بخورم، شیر خوبی که شیرین تر از عسلی است که از زیر گلهای هیبیسکوس به دست می آید. روحانی الف.